أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرت فرمودند که در مورد نوع شخصیت امثال طلحه و زبیر که روح و روحیشون تفقه در دین نبود و خدا ترسی در جانشون نبود، فرمودن من منتظر خیانت شما بودم. چه بحثش گذشت و تأکیدمون رو این قسمت بود که خیانت شناسی یک بصیرت و ملاک است. همه از خیانت بدشون میاد، همه آدم بدا را بدشون میاد، اما این بسیار کار سنگینی است که انسان بتواند بفهمه در چه روحیه زمینه خیانت خوابیده است. زمینه خیانت یه چیز عجیبی است. آدم برسه به جایی که ببینه نه، این بنده خدا، این نوع روحیه، این نوع فرهنگ طوریست که به محلکه خیانت میفته. اینجاست که یه کمی باید وقت گذاشت و صرف این که طرف نیتش اینه که خیانت نکنه ما رو قانع نمی کنه که راضی بشیم به این که این خیانت نمی کنه. باید ببینیم زمینه خیانت هست یا نیست. چه تأکید حضرت بود همین زمینه هایی که خیانت واقع میشه تو جامعه باید شناخته بشه. حضرت فرمودن که اگر تعمق در دین نشه به راحتی دست خیانت میتونه کار خودش رو انجام بده. حالا شما نمونه سادش رو شما ببینید. الان این سعودیا، خب آمریکا چه کار بخواد بکنه که سعودیا براش انجام نده؟ هر اراده ای که آمریکا بکنه میتونه با دست سعودیا انجام بده. چرا؟ سعودیا قرآن نمیخونه که میخونه، عبادت نمیکنه که میکنه. روح تفقه در دین مرده است در اون فرهنگ. اینکه این همه ما روایت داریم که آقا لا تنظروا الى طول رکوعهم و طول سجودهم، میفرماد به طول رکوع و سجود این افراد نگاه نکنید. اینا نیست که خطر شیطان را از شخصیت یک کسی بیرون میکنه. ببینید روح امانه، ولیکن تنظروا الى اداء
اماناتهم. ببینید روح امانت داری در اینا هست. خب زدش مگه خیانت نیست؟ یعنی به اندازه ای که روح خیانت بخواید نباشد، باید ببینید روح امانت داری هست. یعنی در دل رکوع و سجود طولانی خیانت میشه که جا بگیره. جمعش اینه دیگه. بعد فرمودن اینجاش خب دیگه بحثمون رسید به اینجا، اتوسمکم به هلیت المقترین. میفرمان که من به صفت و وصف شیفتگان شما را علامت زنی میکنم. تعبیر یخته خیلی فنیه از نظر ادبیات. اصلا همون وصمه که شنیدن سمه یا اسمه، همه اینا به معنی علامت هست. میفرماد حضرت که شما به صفتی مشهورید، مشخصید که این صفت، صفت مقترین یعنی شیفتگان به دنیاست. شما یه شیفتگی و علاقه به دنیا دارید که این حاصلش همین شده است که میبینید. طلحه و زبیر و امثال طلحه و زبیر در دل اسلامیتشون به این روز افتادن. این که شاید بگیم اگه مثلا یه آدم، مثلا شما دیدین تو نهج البلاغه یا تو فرمایشاتی حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، مثلا شخصیت‌های صحابه، مثلا ابو سفیان شخصیت تحلیل بشه، یه آدم بدبخت مشخصی پیچیده نیست، لعنتش هم که شما میکنید به جهت یه جریانی که به ابو سفیان وصلن، ولی شما میبینید که شخصیت هایی که خطرش برا ما و ما هست، اینا زیاد روش تاکید میشه. تو قرآن شما نگاه کنید، یه بار من حدس خودم این بود که یک سوم قرآن راجع به بنی اسرائیل است. خب سوال برای ما هست چرا؟ روایت داریم که اینقدر شما مسلمونا شبیه بنی اسرائیلید که اگر اونها در یک سوراخ سوسماری رفته باشن شما میرید. خب ببینید حالا اینجا پس باید ما را متوجه کنن که بپاید که خطر روحیه‌ای که برا بنی اسرائیل پیش اومد برا شما هست. ببینیم قرآن حدود یک سومش بنی اسرائیل را تحلیل میکنه. چرا؟ برای اینکه این خطر برا ما هست. میشه که ما یه روز و روزگاری مثل اونا بشه فکرمون، زندگی اونجوری خب اینجا هم همینطور. گاهی شخصیت هست خطرناک هست، یه جوریست که ما یه مرتبه نیم شبیهشیم و خودمون نمیدونیم. اینجاست که حضرت تأکید بیشتری میکنه. و واقعا این که میدین من شاید حساسیتم رو تأکیدم کردم، اصلا اگر فضای بحثای دینی فضای تفقه نباشه، صد روز بحث میکنیم هیچی گیرمون نمیاد، یا بگو اون چه باید گیرمون بیاد نمیاد. من نظرم است که سختم بگیریم. یعنی واقعا شما ببینید بعضیا میشینن مثلا پای بحثی میاد تفریحشا میکنید، این که چیزی گیرش نمیاد، ولی یکی واقعا گمگشتش هم میخواد پیدا کنه. حتی گاهی مثلا مقام معظم رهبری صحبت میفرمان تو تلویزیون میذاره یا رادیو. خب به نظر شما اگه کسی عمیق و دقیق در یه اتاق ساکت
نباشه چیزی دستش میاد؟ من ندارم اسم نمیاد. اصلا نمیفهمه تکیه گاه این حرفا کجاست، جهتش کجاست. برای همینم چرا؟ چون یه وقت یه آدم سطحی میخواد یه قصه بگه. خب یک کش اول ما گوش میدیم، وسطش جخت احوال پرسی با رفیقمون میکنیم، دوباره گوش میدیم، آخرش هم قصه رو میفهمیم. اما یه وقت یه سخن از حکیمانه، بنده خدا خوب فکر میکنه، مقدمه میچینه، متوسط بحثش رو تاکید میکنه، میخوان نتیجه بگیره. این که نمیشه که آدم هم اختلاط کنه با هم توی اتاق، بچه ها شروع کنن بعدم بفهمه، بعدم میگه که آقا مگه چی میگن اینا، مگه چی گفتم. شما این تازه حالا رهبری کجا، امام معصوم کجا؟ من ندیدم کسی با دقت عمیق فرمایشات رهبری را گوش ندید و چیز بفهمید. فکر میکنه فهمیده است. حالا امتحان کنید یکی از صحبته که از ایشون شما گوش دادین در فضای عادی دوباره نوارش بگیرید، کاغذ بذارید جلودون، قلم بگذارید جلودون، با این نیت که این آقا آدم حکیمی است، شروع سخنش رو حساب است، وسط صحبتش رو حساب است، نتیجه گیریش رو حساب است. پس شروعاش دقت کنید، ببینید چه چیزایی شروع کرد، ببینید وسط صحبت رو چه چیزایی مون، بعد ببینید نتیجه هایی که گرفت، نتیجه عجیبی هست که به درد ملت میخوره یا نه. خب اینه دیگه، همیشه ما باید اگه خواستیم ملت بزرگی بشیم روحمون روح رمان خوندن و رمانی نباشه. ملت اصلا غرب از کجا ساقط شد؟ غرب امروز چرا ولایت فقیه نمیفهمه؟ چرا معصوم نمیفهمه؟ واقعا نمیفهمه. مثل شمر، شمر زوره عاشورا گفت من تعبیرش یادم رفته است که گفت خلاصه قسم میخورم هیچی من از حرفات و امام حسین نمیفهمم. واقعا نمیفهمید که برایی بهش میگه که حق ده که نفهمید، چون نفهمید. چی تو شده که شمر دیگه نمیفهمید؟ آخه شمر، شمر جنگجو، یادون باشه شمر یکی از نیروهای فعال لشکر امیرالمومنین است، اصلا امام علی اسمشو گوشن شمر یعنی زرنگ. ولی 10 سال تو این جلسه یخت اختلاط بحث سیاسی، تو اون جلسه اختلاط بحث سیاسی، آقا پنیر گرونه، پیاز گرونه، یه مرتبه یه اونه که روبرو ابو عبدالله واسده است، نمی فهمه کجا داره میره. جامعه‌ای که توش قلیون باشد و چای باشد و تفریح باشد، آقام یه چیزی میگه. این جامعه بعد از 20 سال یه همین رضا خان داریم، آن این مدرس نداریم، نمیدونیم هم چرا. چی تو شد رضا خان اومد مدرس رفت؟ مردم به قدری به آیت الله، به جناب آیت الله مدرس دعوا کردن که چرا رضا خان سر به سرش میذاری، ریختن سر آقا، برش گردوندن ملت رضا خان از روده هن قه کرد رفت روده هن. ببینیم اینه دیگه، داریم از موضوع خارج می‌شیم. اما بالاخره بخرید و نخوان باید جلسات داشته باشید عمیق با حوصله. روایت داریم که وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله صحبت می‌کردند، اینقدر شمرده شمرده صحبت می‌کردند و اینقدر شنونده را منتظر میذاشتن و به فکر وامی داشتن که مثل کسی که زیر یک درخت میوه نشسته است، منتظر است که این میوه برسد و بیفته، اینجوری یاران حضرت کنار حضرت منتظر میموندن. خب نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش اصحاب به اون بزرگی شده که یه نویسنده هندی است میگه از
اصلا چطور شد در عرض این زمان به این کمی این همه فرهنگ جزیره العرب عوض شد؟ یادمون نره، من تو راه که داشتم میمدم همین برام سوال بود که های عزیزان میدونم که این جملات امیرالمومنین چطوری گفتن. من خواهش میکنم این نکته را بگم و بعد بحث را ادامه بدم. ببینید شما حتما شنیده این دیگه، عبید الله ابن زیاد در مجلس خودش وقتی حضرت زینب سلام الله علیها فرمایش فرمودن گفت چی؟ گفت چون پدرش سجع میگوید. این یعنی چی؟ یعنی سجع گفتن یعنی چی؟ راستم میگفت این خانواده سجع میگن، نه اینکه بنا دارن سجع بگن. همینم حضرت فرمود مرا با سجع چه کار. اما خب سجع میگه، خب این خطبه سجع است. سجع یعنی چه؟ یعنی جملات بسیار پرمحتوا، کوتاه، دقیق، با تأمل و فکر ساز. این اصلا خانواده اهل البیت همشون همینطور بودن، مثل ما که هم تو حرف نمی زدن، خیلی کم حرف می زدن، خیلی حرفاشون قافیه مند بود. از حالا شما می‌بینید یه قافیه خاص است، البته سجع غیر قافیه شعری است، مثل خود قرآن تا حدی دیدی. جملات خانواده پیامبر خیلی مرتب، منظم، بی تکرار، پر محتوا. خودشون میدونستن چی طوری حرف بزنن، مردمم میدونستن اینا چطوری حرف میزنن. اینه که شما فکر نکنید ما اینجا بیکار نشستیم یه جمله امامو میگیریم و نمیتونیم ول کنیم، چون ما این خانواده مشهور بودن که اینجوری حرف میزدن، یه کلمه میگفتن روزها نقل مجلس بوده است. آدم های عادی نیستن، دوست دشمن میگه که اینا سجع گوهن و کس دیگه هم نمیتونست از غیر اینا بگه. داستان ها داریم، بخونین تاریخ ها. اینا اصلا حضرت رقیه طرف مثلا شاعر مشهوریست، شعر گفته است، فعل مجلس حضرت تو همون جلسه ادامه شعرش هم میگن. حالا اون شاعر مشهور، این خانواده خانواده ای هن که ذهنشون بسیار منظم و پرمحتواست. اینا جاییست که وسیله میشه که ما حوصله کنیم این جمله. حالا نمونش هم میاریم، من یه جمله را مثلا حالا امروز دست میکنم، ببینیم میشه این جمله را همینطور گذاشته رفت و چی میشه نتیجهش. خب سطحی میشیم، جامعهمون پایین میاد، فرهنگ فهم جملات آسمانی چه قرآن چه روایت شرایط تأمل و تعمق است. نکنید این کار را، چیزی گیر نمیارید. مثل خیلی ها قرآن میخونن، اصلا روح قرآن با روحشون آشنا نیست، روحشون با روح قرآن آشنا نیست. حیف نیست آدم بمیره و نسیم الهی نبض جانش را به حرکت در نیاره. خب این واقعا چطوری میشه که ما قرآن بخونیم آهی با اوج قرآن روحمون اوج بگیرد، با حزیز قرآن حزیز بگیرد؟ این یه نوع فرهنگ خاص میخواد. اگر روشن لازم بود یه روز عرض میکنم که ما عمده اینه که آماده بشیم با این خانواده و این قرآن یه جور خاص برخورد کنیم، نجات پیدا میکنیم، زندگیمون میشه نسیم جانمون با روح فرهنگ اهل‌البیت بالا پایین میره. یه چیزیست اون چیز. حضرت این جمله را
بیش از این من نمیمونم، چون جمله بعدی شاید کمک کنه خیلی، یا من جمله بعدی اینقدر دلم رو جذب کرده که ولی که هم میخوام بکنم این جمله رو. ولی جمله خیلی عجیبه، جمله بعدیش حالا بعد حضرت میفرمان شما علامت افرادی که موصوفن به شیفتگی دنیا دارید. این ترجمه بهتر از اون ترجمه قبلی شد. شما علامت افرادی که موسومند به شیفتگی دنیا دارید و من این علامت را میبینم در شما. اتوسم و کم به هلیت المقترین. حالا همینجا خواهر و برادر یخت فکر کنید، پس هر جلسه ای، هر شخصی، هر منی، هر تویی به اندازه ای که شیفتگی دنیا وصف ما باشد، آقا خطر به خدا قسم گوشمون را می لرزونه. من میشناسم، شما میشناسید، یا آقایی بود از اینا که تقریبا روبروی انقلاب واسدن، اوایل انقلاب اخلاقم درس میداد. ولی ما میدیم یه وقت آرستگی و وارستگی خوبه. آدم باید مؤمن، باید آرسته باشه، یعنی لباسش نباید کثیف باشه، ظاهرش باید به عنوان یه آدم شلختی تو چشم نزنه، این باید باشه. ولی حقیقتش ما میدیم نه، افراطی ایشون ژیگوله است. یعنی ژیگوله، من تعبیر ندارم که این تعبیر رو به کار برم. خب بعد دیدیم نه، اخلاق میگفتند اینا ولی سر به سلامت نبردند، چون اون شیفتگی این که خودش را با لباس و ظاهر بنمایاند غیر این است که وارسته باشد که جلف نباشد. آخه آدم دو جور جلف است، یه جور مثلا دمپایی بپوشید مثلا بیاد بره مثلا تو سال کنفرانس، اون جلفه. این همونقدر بی خوده که مثلا یکی کت قرمز بپوشده مثلا بیاد اخلاق درس بده. خب هر دوش زشته، هر دوش یه نوع شیفتگی است. ولی شیفتگی هایی، اصلا لغت شیفتگی هم به نظر من به همین جهت حضرت مصرف کردن، نگفتن شیفتگی مثلا در دنیا داری، گفتن شیفتگی یعنی افراطی. حالا گاهی افراطی توی اون ور افتادن است، یه وقت اون ور افتادن. حالا مثال من شیفتگی به معنای تجمل بود. میخوام نتیجه بگیرم که باید سر خودمون و بقیه بترسیم. این که در روایت داریم اگر عالمی را دیدید، روایت دقت کنید، اگر عالمی را دیدید که شیفتگی دنیا درش هست، در علمش متهمش بکنید، متهمش، مجرم نما، یعنی شک کنید که این عالم واقعی است، چون نمیشه. حالا یه وقتی یه کسی مثلا بنده خدا کاسب است، اون که انتظار ازش نیست که، ولی میگه اگه عالمی را دیدید که اینجوریه، پس معلومه که سر آدم به خطر است که دنیا دوستی بالاخره تو زندگیش روش کرد. دنیا را داشتن برای زندگی کردن که بحث نیست. اما بگذاریم از این جمله. بعد حضرت میفرمان سترنی انکم جلباب و دین و بس سرنی کم صدق و نیه. معنی ظاهرش این پوشاند مرا از شما پرده های دین و صدق نیت، باعث شد که من نسبت به شما بصیر بشم. بیام رو جمله اولی، سترنی انکم جلباب و دین، یعنی پرده های دین باعث شد که شما منو درست نبینید.
نمیدونم شما رو این چقدر حاضرید فکر کنید. ای کاش دو سه هفته پیش از این جمله رو ما گفته بودیم، تا این دو سه هفته فکر میکردیم. من که شاید یک ماه فقط رو همین جمله فکر میکنم. یه مثال سطحی میزنیم ولی بعد بحث و شدیدش انشاءالله میکنم. آقای عمرو آس یه چیزا خوب فهمید، فهمید این مرد اونقدر با حیاست و اونقدر بی‌دین است که عشق کشتن عمرو آس اونچنان احاطه نمی کند امیر المومنین را که گناه دیدن چیزی که نباید ببیند و تحمل کند. می دونید که عمرو آس تا آخر این ننگ روش بود که آزاد شده عورتش است. مشهور بود بین عرب، مشهور است این که گفتن آزاد شده. ولی عمرو آس چی شناخته بود؟ درست شناخته بود یا غلط؟ عمرو آس یه چیز خوب فهمید که امیرالمومنین اگه یه جا اینا گیرش بیاره، میدونست که علی علیه السلام اونقدر حیا و دین پوشانده استش، اونقدر پرده های دین اون را احاطه کرده است که میتونید از این دینداری و حیا سوء استفاده کنه، خودش آزاد کنه. موفقم بود. خب این مثال هنوز به ظاهر فرمایشات حضرت هم شاید نرسیدیم، ولی من معنا میکنم. ببینیم چه کار کنیم این جمله را. میفرماد ای امثال طلحه و زبیر و ای بنی امیه، شما یه چیزا باعث شد که منو نبینید، نفهمید منو، و اون پرده های دین است. سترنی انکم، پوشانده است مرا از شما. یعنی پس شما منو نمیبینید. چی پوشانده است منو از شما؟ جلباب دین، پرده های دین. عجب. پس دین گاهی پرده میشه که طرف نتونه ببینه دیندار را. حالا به نظر شما دیندار پرده دین را پاره کند یا و خودش نشون بده، یا پرده دین حفظ کنه جهنم که نمیتونن ببینندش؟ ببینیم کجا امیرالمومنین گیر کرده است. میخواد یه خورده مثال نمونه روشن. من جملاتی نوشتم برای این جملات یه کمی گویا باشه. وقتی دین و حیا انسان را بپوشاند، آنهایی که از پوشش دین و حیا بهره اند، آیا خواهند فهمید چه چیزی مانع نمود دینداران است به رقیب بی حیایشان؟ یه مثالی بزنیم. امام رحمت الله علیه فرمودن ما نمیتونیم مثل صدام هر کار اون بکنه ما بکنیم. چرا؟ خب آقا بکن. نمیتونیم. امام فرمودن ما که نمیتونیم. صدام مستقیمن موشک ها میزد یه جایی که مثلا تو نماز جمعه، ما درست مجبور بودیم موشکمون اگه میخوایم بزنیم توی هتلی که میدونیم این هتل تموم خارجیایی که کمک به صدام میکنه دیگه. وقتی خیلی تلاشمون رو میکردیم تازه باید کجا ما هیچ وقت ما میتونستیم وسط مثلا یه محله تو موشک بزنیم؟ نمیتونستیم. یعنی ما نمیتونستیم. تازه مثلا شما حساب کنین شیمیایی ریخ رو سر مردم خودش، ما نمیتونستیم.
میتونیم، ما فهمیدن ما نمیتونیم صدام عمل کنیم. خب صدام اینا چی برداشت میکرد؟ همه اینا که مثال است میزنم متاسفانه مثالایی است که اصل مطلب رسانیست، خدا میدونه. خب چی کار کنیم؟ حالا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. ما صدام وقتی اینجور تحلیل میکنم گفت نمیتونن، ارزه ندارن. خب واقعا تصورش این بود که خب مثل ما بزنی، اگه ارزه دارین شما مثلا بزنی، مثلا وسط یعنی تاریخ کسانی که پوشیده شدن با پرده های دین که هر چیزیشونه بتونن به نمایش کوچه و بازاری بگذارن. خیلی سخته، خیلی سخته که آدم از لابلای حرکات بتوند اون نیت های عمیقا ببینه. این که عرض کردم یک از جملات خیلی خوبه، خیلی عالی است، میگه از امیرالمومنین، میگه خطابش به امیرالمومنین، میگه از تو بر ما رفت چون داری نه، میگه ای علی تو برای همه قایم کردی ولی ما یخدش فهمیدیم. میشدم بگم خب حقش است، یعنی بالاخره کسی که نبض روحانیت و معنویت رو میشناسه یه کمی میتونه حرکات علی را بفهمه. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. من یه مثال کوچولو میزنم بلکه خود حضرت امیرالمومنین کمک کنه. ببینین خدا مثلا صدام هنوز نابود نکرده، زورش نمیرسه که قبول دارین میرسه، پس خدا شکست خورد که صدام هنوز زنده است یا زنده؟ شکست نخورد، قبول دارین که شکست نخورد. خب میخندین به ریش من که مرد حسابی هر جا صدام بره در قبضه ی حق است، چه دنیا چه آخرت چه توی زیر زمین چه رو زمین. یعنی چه که صدام خدا رو شکست داده است که هنوز زنده است؟ همینجا گوش بده، معاویه امیرالمومنین شکست داد که قضیه صفین رو به پا کرد و امر و آز حکمیت را قاپید. چرا امیرالمومنین یه شلوغی نکرد و حرف خوارج رو نشنید؟ یه جوری قالی قضیه را میکن. شما اگه علی رو
قلب احد خویی ببینی از روح علی هیچ چیز در نمیره که بخواد بگیرد که نبازه. مثال بود ولی مثال، یعنی گاهی بزرگان بزرگتر از اونن که یک موش چموش را که میخواد بره تو اون سوراخی قایم بشه نگذارن. آخ تو رفته توی سوراخی قایم شدی، چیزی نشده است. گاهی سوال میکنید که آقا چرا مثلا امام یا رهبری اینجا اینجور برخورد؟ این فهم این که اینا چطوری باید برخورد کنن شرطش این است که شما پرده های دین را بشناسید و بفهمید لای پرده چه خوابیده است. این خیلی مشکله. برای همین عرض میکنم دوست جاهل همونقدر مضر است برای کسانی که پرده های دین پوشانده استشون که دشمن جاهل و دانا هر دو. یعنی دوست جاهل که نمیبینه پشت پرده یه دینداران چه بزرگی خوابیده است که نمیتونه به راحتی پرده دری کنه. نمیشه که عرض کردم ای کاش این بحث روشن میشه. من خودم یادم از زمان امام رحمت الله علیه گاهی توی جریانی واقعا امام طولانی سکوت میکرد، طولانی سکوت میکرد. انتظار ما این بود که خب آقا یه چیزی بگوی مسئله را روشن کنی، ولی به خصوص بعد که خودمون درگیر کار اجرا بیشتر شدیم دیدیم نه، گاهی نمیشه، نباید، مردم باید بفهمند که این سکوت یعنی چی. یعنی یارو گفت ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، این همی که جوابی ننوشتی جواب است. گاهی باید سکوت ها چیز یاد گرفت. گاهی ملتی که نتوند سکوت ها چیز یاد بگیره 25 سال سکوت امیرالمومنین را شکست حضرت میبینه. به خدا اگه پیروزی در طول تاریخ به اندازه این 25 سال سکوت بشر داشته است، اگه بگید بزرگترین پیروز تاریخ در فتنه ها کی بوده است، من میگم اون که 25 سال تونه سکوت کنه در الله اکبر، که غیر شیعه عبدالفتاح عبدالمقصود سنی میگه که جملات عجیبی داره راجع به همین 25 سال، که همه میدانستند این سکوت یعنی چه، هیچ بهانه ای هم دست هیچ کس نداره. این سکوت که سکوت دیوار نیست آقا، سکوت عجیبی است. میخوام عرض کنم که صدامیان نمیفهمند که، یا بگو طلحه و زبیر و امویان نمیفهمند که علی ابن ابی طالب در پرده دین است، و چون نمیفهمند جسارت هایی میکنند که خودشون را بیشتر ویران میکنند. آیا حتی کان که پوشش حیاء خود را دریده اند و هیچ مانعی برای انجام هر کاری نمی شناسند می فهمند ادهی زیر پوشش دین حاضر به هر کاری و هر جوابی نیستند؟ چه خیلی سوال پیش. اولا گاهی ما خودمون نمیتونیم تفسیر کنیم حرکات اولیا را، ولی لاقل بفهمیم که آقا بنا نیست اینا هرچی بگن هر کاری بکنن. حضرت میفرمان شما بدونید سترنی انکم، من پوشیده شدم از شما،
به خاطر پرده های دین. خوب فکر کنید، خیلی فکر کنید، 400 سال است غرب پوشش دین را دریده است، دریده است. یه وقت شما یه روحانی بد میبینید بهش انتقاد میکنید، دستتون درد نکنه. یه وقته که نه، دین را نعوذ بالله میدرید. به بهونه چی؟ این آخونده بعد غرب همچی کرد. غرب به بهانه ضعف مسیحیت و ضعف بعضی کشیش ها دین را درید. 400 سال فعال است در دریدگی دین. خب این 400 سال ببینید، نمیدونین چه این که میگم عوض میخوام میگم نمیدونین، از عمق فاجعه میگم. اگه نه 400 سال حاضر شدن هر کاری بکنن ولی دین رو مد کنن. شما نمیدونم التفات دارین یا نه، روانشناسی خلق کردن در مقابل چی؟ در مقابل ارتباط بین علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دین بود که آرامش میداد. یه جامعه شناسی خلق کردن در مقابل این که قد اهلکنا القریه، قصه نابودی تمدن ها لما ظلمو. قرآن میفرما تمدن ها را نابود کردیم چون ظالم بودن. اومدن جامعه شناسی خلق کردن که دین حرف نزند. این غیر جامعه شناسی است که چهار تا آدم مسلمان جامعه شناسی میخونند. شما ریشه یه جامعه شناسی. اومدن حقوق بشر مطرح کردن که حقوق خدا را بکشن. الان شما تو کشور غربی اگه بگون آقا گربه حق دارد، میگه بله آقا حق دارد، باید که مواظبش باشی. بشر حق دارد، بله آقا دوز حق داره، بله آقا قاتل حق داره، آقا مجرم حق داره، درست میگن. آقا خدا هم حق داره. این حرف هم چه حق خدا نداریم تو این فرهنگ؟ آقا من حق دارم که شما جلو خونه من برف نریزی، ولی خدا حق ندارد که دست دور بدید و ما عمل کنیم. میخندن به ریشه شما. حق خدا یعنی خالق هستی و خالق ما حق نداره. چطور شد که به این روز افتاد؟ دریدگی، دین درید. چطور شد که دین درید؟ وقتی که نفهمیدن دین در یک سکینه و آرامش و پوششیست که نمیتونه چون این ملخان هر جایی هر جا بپرد هر کاری بکنه هر چی بخوره. امروز شما میدونید یهود به خصوص چویدون حالا صهیونیست و غرب بی پرواترین زشتی ها را انجام خائن ترین انسان ها را به خدمت میگیرن، زشترین تهمت ها را میزنن. حالا روبروش کی هست؟ شما حساب کنید رو شما روبروشی میتونید این کار را بکنید؟ شما میتونید مثلا به خاطر حفظ خودتون در حدی پس بشید که مثلا رضا خان پس شد تا مطالعه کنید شخصیت رضا خان فوش رکیک رکیک یه چهار با تا چی میگم مهتر از قاشوال بکش که نمیتونید. حالا در مقابلش چی؟ بیچاره ناظم الدوله هست، 12 سال بیچاره نخست وزیرش بود ناظم الدوله. ناظم الدوله هم مثلا حقوق خونده در انگلستان، هم مثلا فقه خونده است اینا. بعد از 12 سال همچی فوش کشش کرد که رفت. فروغی، محمد علی فروغی، خب این بیچاره یه ریش میذاشت، یه ریش پروفسوری به اسلام زد. یه روز بشه محمد علی فروغی خدا منه چه خدمت به رضا خان کرد.
اصلا رضا خان زمان تاجگذاریش این تاجگذاری براش کرد، این خطاب خون یه کسی از محمد علی فاروق، یه پروفسور است، نابغه است. بعد از همه اینا یه روز فقط ازش یه تقاضا ساده کرده که آقا اینقدر تو نری، گفته بود زن ریشدار برو خونه دون. 4 سال رفت خونه‌شون نشسته، زن ریشدار، ببخشید مرد، زن ریشدار درست میگم، یعنی تو زنی فقط ریش داری. حالا این خوباش عرض میکنم، خب این دریدگی که رضا خان داره میتونه که مدرس داشته باشه؟ حالا چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنیم؟ این که هنوز دلم میخواد اون چه میخوام بگم عرض کنم، شما یادتون باشه بین دو چیز گیرید، یا دریده بشید و با معاویه همسنخ معاویه بشید که دیگه امیرالمومنین نیستید، یا اگر دریده نشید همینه که میبینید گاهی معاویه است که میدانداری میکنه. دروغ نگفت؟ الله اکبر، اینقدر بی حیاست، لجن پراکنه است که دیدین شب مردم دمشق فکر میکردن اصلا امیرالمومنین نماز هم نمیخونه. خب این رقیب شماست، حالا باید چیکار کرد؟ اینجاست که این کار مشکل شد. شما اگر که امامتون امیرالمومنین احد خوب باشید مثل خدا که اونقدر احاطه و حکمت و وسعت دارد که حالا صدام 4 روز دیگه زنده باشه، بنا نیست که ما از روح الهی خودمون سقوط کنیم. امیرالمومنین نکرد. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، بر همینم علی نمونه حق است. چیزی نیست که من و شما بگیم، اهل سنت هم میگن. اینجاست که هنوز رو این تاکید داریم، کجا گیرید؟ یه دی فکر میکنن که مثلا حالا میبازن اگه رقیب دریده بی حیایی 4 تا تهمت هم زد، همینه، من باید از خودم دفاع کنم. اما مثل امیرالمومنین به نظر شما قنتی که امرو آسو معاویه دعواشون شد، ببین پرده دری کردن نسبت به هم دیگه، امیرالمومنین این کارو میکنه؟ نمیکنه. امام حسن علیه السلام دیدید که نکردن. دشمن از این پوشش دینی که امام الموحدین پوشونده از سوء استفاده میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. کی ضرر میکنه؟ خودش. اینجاست که گاه آدم فکر کنه اهه اینقدر پشتری ما فوش دادن، حالا ما هم دوتا پس بده ده میتونی الا من ظلم جدا ساله که یه وقت هم بخن بازه میگن اگرم خواستی باید واقعا بگه آقا خودت نارو گفته آتازه خیراسته همون قدرم که احتیاط از دست نره. یه مثالی آن مغز، مثلا مغز زردالو را مثلا در نظر بگیرید، یه تسته داره، یه پوسته داره، یه مغز داره دیگه. آن مغزه هایی که در پوشش هسته میماند به امید جوان زدن و بارور شدن کجا؟ و آنهایی که از بارور شدن هسته ناامیدند و لذا سنگ بر آن هسته میزنند تا مغز آن را بخورند کجا؟ نه به امید گیاهی تازه هستند و از مهربانی و در پوشش دین بودن امیدوارند، نه به خود و کمالات خود امید دارند. خوب به این مثال دقت کنید. حالا همون مثال، حالا خراب میشد، میریخ به هم، امیرالمومنین هم نعوذ بالله میشدن همسنگ معاویه،
معاویه رو شکست میدادن، خودشون فرهنگ معاویه رو ادامه میدادن، چی میموند؟ آیا درخت تناور اسلام که در شاخه های زیبای تشیع بناس آخر دنیا شکوفه ها و میوه های ناب بدهد دیگه میموند؟ امروز اگه این جمله را روش فکر نکرد نزدن، فکر کنید این جمله را سه بار ظاهرن تال مقام معظم رهبری فرمودن که آینده رو به اصلاح است. اینا ارزون نگیرید، نه که همطور ما از تو جیبمون در نیورده. ما میدونیم این جمله خیلی پشتش فکر و فرهنگ خوابیده است. مطمئن باشید. چرا اگه علی علیه السلام نداشتید که در پوشش دین در مقابل دشمنانشون می‌ایستادن، آینده رو به اصلاح بود؟ بخید و نخواد، آینده مال اهل البیت هست یقینا، و اهل البیت نمایش دین و دینداری هست. چرا اینا موندن؟ چرا اینا موندن؟ برای اینکه همسنگ رقیباشو نشدن، برای اینکه نگفتن که ای وای این بی حیا ما را ضایع کرد و رفت. مگه ظاهرش این نبود معاویه امیرالمومنین را ضایع کرد، حضرت هم فوت کردن، به تعبیر اونا شهید شدن رفت. خب ولی حضرت یه چیزی دیگه داره میبینه که در پوشش دین باید بمانه. تحریکات خصم، خواهر و برادرها، تحریکات خصم اونچنان شما رو تحریک نکند که از پوشش دین بدرآیید. خطری که امروز جامعه ما رو تهدید میکنه این نیست که دشمن ما قوی است. به خدا دشمن ما قوی نیست، خیلی پست و ضعیف. خطری که ما را تهدید میکنه چموشی های دشمن این است که ما را همسنگ خودش بکنه. اگه ما همسنگ خودش شدیم ما مرده ایم، ما مرده ایم. جمله اینه دیگه. در سکوت و متانت مرد فصل های زندگی را در مزرعه عمر به سلامت به انتها میرساند. هند عده ای این سکوت و متانت را نفهمند و از آن بدتر از آن سوء استفاده کنند. میکنن از من، میکنن از شما، میکنن. اگه دیندار باشیم حتما از اون سوء استفاده. اما یادتون باشه دشمن اگه شما درست عمل کنین سر به سلامت با این سوء استفادهش نمیبره. الان کی بعد وقته؟ صدام که دیگه با همه این دریدگی ها، تهمت ها، یه تهمت های گاهی از این رادیو عراق ما با این گوشمون شنیدیم که شب خوابمون نمیبرد. ولی الان کی مصیبت زده شد؟ طبیب باطنی. ببینید خدا این از ما خواسته سنه. طبیب باطنی علاج روح را در آرام بودن و خود ننمودن قرار داده. حال چه کنی که خفاشان کورده از روح‌های بیکران و آرام هیچ نمی‌فهمند. اصلا اینا نفهمیدن 25 سال یک کوه حکمت را گوشه خانه نگه داشتن. چه ظلمیست به خودشون، چه بی آبروست. دکتر ادریس حسینی سنی از شیعه شده، اون چنان عصبانی است از دست همین ها، میگه چطوری شما تونستید طاقت بیارید این همه حکمت داشت گوشه خانه باشد، شما بر سر منبرات چی گفتید؟ نتیجه چی شد؟ مگه سقوط یه جامعه نشد؟ حال چه کنیم که خفاشان کوردل
از روح‌های بیکران و آرام هیچ نمی‌فهمند و دقت کن و معنی خود را در خراشیدن چهره انسان‌های متعالی می‌دانند. به خدا قسم آمریکا فقط بر آبروی خودش هی ادعا میکنه که آقا ما با ایران دشمنیم. تو نمیدونه اگه این کار نکنه یعنی چه. آمریکا یعنی چه اگه با ما دشمن نباشه؟ معنی دیگه نمیده. توش فکر کنی. و از حیا و آرامش اون روحای بزرگ چیزی جز بی حیایی و جسارت بیشتر پیشه نمی کنند. اینان حتی دستهای نوازشگران خود را با کبر و غرور گاز می‌گیرند و نوازش دوباره را ضعف نوازشگر می‌گیرند. خب حالا چیکار کنی؟ بازم باید ما باید تو این قسمت دریدگی نکنی. خیانت شناسی یه بحث است. ببینین حضرت گفتن من از اول نیستم شما خائنید. حضرت هم کارایی که اونا کردن که نکردن. شما میدونین این بی‌حیاها حتی حاکم بصره‌ای که امیرالمومنین گذاشتن موهاش دونه دونه ریشش کندن. آخه بابا بیت المال میخواستید، خب میخواستید بریم ورده. این کارا چیه؟ این بی‌حیایی چیه؟ این روحیه اوناست. ولی حالا میشه مثلا بعد که حضرت اونا رو گیر آوردن ریشش رو بکنن. یه جمله ای باز مولوی داره قشنگ سال از بحثم ترسیم کامل نتیجه نگیره. حتما میدونید که معاویه اومد آبا گرفت در جنگ صفین. آبا گرفت آخه مردی که خب میخوای جنگ کنی جنگ کنی، چرا آبا بستی؟ آبا گرفت که لشکر یا امیرالمومنین آب نداشته باشه. کم جمله مشهور که حضرت فرمودند که الموت فی حیات المقهورین، یه خطبه خیلی مختصری خوندند، حمله کردند و آبا گرفتند. همه منتظر بودن که خب حالا پس دیگه حق امیرالمومنین، چون اونا هم اول آبا بستن دیگه که آبا بند. حضرت آبا نبستن. مولوی اینجا یه جمله خیلی عالی داره، میگه در شجاعت شیر ربانیستی، در کرامت خود ندانم کیستی. یه چیزی بالاتر از شجاعت هست، این کرامت هست. در کرامت خود ندانم چیست، من نمیدونم تو کی. حقت بود، اگه تو آبا گرفته بودی اول خب اعتراض داشتی، به بشریت بد اعتراض کرد، ولی اون آبا گرفت، چرا تو بعد که گرفتی باز آب دادی؟ این که دیگه شجاعت نیست، این یه چیزی بالاتره. این روح خب حالا به من بگو ببینم که یکی از علتهای شکست امیرالمومنین مگه همین آب دادن به این لشکریان نبود؟ چرا نبود؟ خب باشه، انگار خدا میخواد من موضوع روشن بشه انشاءالله. همین مثال دقت کنیم. حالا چی کار کنیم؟ حالا ما نجنگیم که میجنگیم. شمشیر امیرالمومنین اون چنان چیز بود که طرف ها دوتا میکرد، شمشیر از وسط طرف رد میشد اما طرف هنوز واسطه بود، بعد که میفتندن دو قصد شد. این شمشیر امیرالمومنین اما آبم نبست، جمع این دوتا میشد امیرالمومنین، که پوشش های دین دریده نشه، از اون برم در مقابل ستم ایستاده بشه. چیزی که ما تو جمهوری اسلامی تا حدی به حمدالله داریم عمل میکنیم. این که میگم تا حدی، چون بعضی مردم ما نمیفهمن تا روش بمونن، بعضی ها که خوب فرهنگه اسلام را نمیشناسن ممکنه جسارت هایی از مرز پوشش دینی جلوتر بکنن، اینا ضرر میزنن، اینا نمیذارن دین زیبای جهانی شیعه فرهنگ بشریت رو اشغال کنه. اینا باید بدونن که آینده مال علی ابن ابی طالب است، نه مال من. منی که جسارت کردم و پرده های دین رو پاره کردم، مردم منو دوست نمیدارن و چون منو دوست نمیدارن دیر به امیرالمومنین نزدیک میشن، چون من حجاب امیرالمومنین شدم.
ببخشید حالا تا همینجا بس باشید. نسالک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف این خاندان و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلوب ما را ظرف محبت به امام زمان من قرار بده. قلب اون عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت. الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا بصیرت شناخت عظمت این انقلاب را به ملت من عطا بفرما. خدایا بر ما منت بگذار و این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بگرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.